سلام رفقا، امیدوارم شاد و پر انرژی باشید. برگشتیم با یه ویدیو خیلی خفن از دوره ریتم نوازی، دوره رایگان ریتم نوازی که قراره توش تمام ریتمایی که برای موسیقی پاپ احتیاج دارید رو یاد بگیرید. دو جلسه قبلی رو گذروندیم با هم دیگه، جلسه در مورد مسائل ابتدایی و ریتم 3/4 و ریتم 6/8 سنگین یا اسلولایک توضیح دادم. جلسه دوم در مورد ریتم‌های 2/4 کامل توضیح دادم که چجوری میتونید خودتون حتی ریتم‌ها رو جابجا کنید، جای همدیگه استفاده کنید، و آهنگایی هم که میشد باش نواخت رو بهتون گفتم. و این جلسه بچه‌ها می‌خوایم در مورد ریتم‌های 4/4 صحبت کنیم که میتونیم بگیم پرکاربردترین ریتم‌ها توی موسیقی ایرانی هستن و حدود 70-80% آهنگا با این ریتم‌ها نواخته میشه که قرار کامل براتون توضیح بدم. قبلش اگه ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید، سابسکرایب رو بزنید، چون قرار کلی دوره‌های باحال با هم دیگه داشته باشیم و گیتار رو کنار هم دیگه عالی یاد بگیریم و بریم جلو. بریم سراغ بچه‌ها ریتم 4/4 که حالا ریتم‌های زیادی میشه استفاده کرد، تمامش رو بهتون قرار یاد بدم، هم با فینگر هم با پیک. بریم سراغ ریتم 4/4 رومبا. بچه 4/4 ها رو ما همه رو اینجوری میشماریم، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4، این شکلی. حالا ببینیم رو 4/4 رومبا، 1 رو میزنید روی سیم‌های بیس و رو میاد بالا رو تریبل، دوباره رو به پایین روی تریبل، دوباره بالا، یعنی شد 1 و 2 و 3 آپوگادو و بالا رو تریبل، 4 پایین رو تریبل و بالا رو تریبل. فقط 1 رو بیس میزنیم، بقیه ضربه ها رو تریبل هست، یعنی 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و که همین رو با فینگر هم مثلا با انگشت آی میتونید اجرا کنید، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و، یا آی رو مثلا شستمون هم نذاریم، 1 و 2 و 3 و 4 و، فرق نداره. یا با این سه تا آی و ام و ای و با پی بیایم بالا، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. حالا بچه 4/4 رومبا رو معمولا همه این شکلی نمیزنن، یه سری تغییرات توش میدن، با اون تغییرات میزنن. مثلا میتونیم بیایم و بعد 1 رو در اصل نزنیم، یعنی بشماریم ولی چیزی نزنیم، بگیم 1 و 2 و بقیه رو دیگه همون شکل خودشون میزنیم. 1 اون وای که میومدیم بالا رو نمیزنیم، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و، یا با دست 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. اوکی، این که خیلی راحته. حالا این یه مدله که خیلی استفاده میکنن برای 4/4 رومبا. یه مدل دیگه بچه ها میتونید اون 2 رو هم نزنید، یعنی هم و رو نزنید هم 2 رو. این حالتی که خودم معمولا استفاده میکنم، میشه 1 و، ببین این وای که میومدید بالا و 2 رو به پایین رو نزنید این بار، و فقط از و بعد 2 بیاید، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و، این میشه این شکلی. یا 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و، با فینگرش هم که این شکلی میشه. این میشه بچه‌ها یه حالت 4/4 رومبا. حالا ما اگه بیایم همین رو اون ضرب 3 که آپوگادو میزنیم، آپوگادو نزنیم 3 رو، خب 3 رو کلا حذف کنیم، به جاش 4 رو آپوگادو بزنیم، یعنی بگیم 1 و، همین که الان داشتیم میزدیم بشه 1 و 2 و 3 که آپوگادو از 3 رو نمیزنم و دوباره میام بالا، 4 آپوگادو و بالا، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و، این بچه ها میشه 4/4 سالسا که خیلی حالا اسپانیایی تره، یه ذره آمریکای جنوبی هم داره تو خودش، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و، با این سه تا انگشت این آپوگادوش عوض میشه دیگه، از ضرب 3 برداشته میشه میره رو ضرب 4، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. یه بچه ها میتونید مثلا کاملتر تمام این ضربات رو بزنیم، بگیم 1 و 2 و 3 و 4 و، یعنی چجوری شد؟ 1 رو بیس و بالا، 2 پایین و بالا، 3 پایین و بالا، 4 آپوگادو و بالا، فقط هم 1 رو بیس، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. اینم
میتونه یه مدلش باشه که این شکلی بزنید، ولی خب اون قبلیه رو من خودم بیشتر استفاده میکنم. حالا یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، بیایم همون 4-4 رومبای بود که و دو رو نزدیم، بیایم هم 3 رو آپوگادو بزنیم هم 4 رو. این ریتم باحال‌تر میشه، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 2 تا آپوگادو داره. میتونیم بگیم ترکیبی از 4-4 رومبا و 4-4 سالسا. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و این شکلی. یا اون و و دو هم بذارید بزنیم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و حالا دیگه رو 3 و 4 فقط آپوگادو میزن. با دستم بخوایم بزنیم فرق نداره. به این شکلی یا اینجوری. حالا بچه 4-4 سالسا مدل اولش که گفتم چی بود؟ بود 1 و 2 و 3 و 4 و ها؟ حالا بیم 4 رو آپوگادو نزنیم رو به پایین بزنیم، میشه 4-4 که خیلی ساده تر و بال تره. یعنی بگیم 1 و 2 و بالا 3 هیچی و بالا 4 پایین و بالا 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و. این هم میتونید توی موزیکاتون استفاده کنید، ساده تر و بال تر تو قسمت پایین آهنگ ها میتونید ازش استفاده کنید. حالا بچه چه آهنگایی رو من میتونم با ریتم 4-4 اجرا کنم؟ ببینید، مثلا آهنگ بهت خوردن محسن گانه رو میشه این کارو کرد، دور شدی شاد مه رو میتونید اجرا کنید، یا مثلا خیلی آهنگ با 4-4 هست دیگه، مثلا آهنگ مجید رضوی منم، نمیدونم آهنگ منم مجید رضوی، آهنگ پرمیزنه مجید رضوی، آهنگ عاشقانه فرزاد فرزین، خیلی آهنگ با 4-4 زیاده. حالا اینا نمونه هایش بود که بهتون گفتم. بچه ها اگه دوست داشتید که دوره های من رو داشته باشید، من 3 تا دوره کامل براتون تدارک دیدم، دوره ملودی نوازی، دوره زدن خوندن و دوره تئوری موسیقی که هر کدومش حداقل 20-30 برابر قیمتش ارزش داره، قیمتش هم خیلی پایینه. میتونید اینستاگرام بهم پیام بدید، توی هایلایتاش میتونید توضیحاتش رو بخونید. و اگرم کلاس آنلاین منو خواستید ثبت نام کنید توی زمینه صداسازی آواز و گیتار، باز میتونید اینستاگرام پیام بدید، در خدمتتون هستم. تا ویدیو بعدی که در خدمتتون باشم حتما ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو بعد، فعلا.